میشه از داستان بادمجون شروع بکنیم. جریان بادمجون چی بود؟ آه بله اون، من واقعا سر اون قضیه عذرخواهی میکنم، همش تقصیر من بود. من و عیسی مسیح داشتیم خوراک بادمجون درست میکردیم، دیگه خودتون میدونین چقدر بریزو به پاش داره. بادمجون از روی پیشخونه آشپزخونه افتادن روی زمین. حالا نگران نباشین، بادمجون سرشار از ویتامین خدا هستند. به نظر میاد که شما چند وقتیه که توجه ویژه‌ای به ایران دارین، علتش چیه؟ سابقه آشنایی من و ایران به خیلی قدیما برمیگرده، به حال و حوش سلسله مادها. اونا حرف نداشتن، اشکانیانو که دیگه نگو و نپرس، کارشون درست بود. خلاصه من با ایران حال میکنم، ولی این 40 سال اخیر اصلا با این آخونده حال نکردم. افرادی با مذاهب مختلف ادعا کردن که میتونن بیماری کرونا رو مداوا بکنن، نظر شما چیه؟ همشون اشتباه میکنن. هیچ مذهبی نمیتونه ویروس کرونا رو علاج کنه، اما در خیلی از موارد ویروس کرونا میتونه مذهب رو علاج کنه. به نظر شما چه چیزی خطرناکتر از ویروس کرونا است؟ حقیقت رو بخواید نسل بشر مسلما این از همه خطرناکتره. البته یه شهاب سنگ هم هست که قراره به زودی بفرستم، یه زلزله کوچولو هم هست که دارم روش کار میکنم. حالا نمیخوام همه برنامه‌مو لو بدم، ولی دارم روی یه فاجعه طبیعی جدید کار میکنم که حسابی سورپرایز بشید. الان نمیگم چیه، فقط یه سرنخ بهتون میدم. آتش و گل و یه یخ قطبی غول‌پیکر، برو حالشو ببر. مشکلتون با دونالد ترامپ چیه؟ مشکلم با دونالد ترامپ، بس ببینم، خب اول از همه دیوونه است، بعدش پلیده، بعد احمق، خرفت، انزجارآور و خلاصه هر صفت منفی که برای یه آدم دست کوچولوی مغز فندقی میشه تصور کرد. رهبران ایران و آمریکا هر دو میگن که به خدا اعتقاد دارند. به نظر شما خدا به کدوم یکی از اونها اعتقاد داره؟ من همونقدر بهشون اعتقاد دارم که میدونم اونا از ته دل به من اعتقاد دارن. واکنش شما در توییتر به کسانی که دعا میکنن معمولا منفیه، یعنی هیچ حرف مثبتی نیست برای گفتن؟ معلومه، حرف مثبت و دلخوش کنی که زیاد دارم. خدا بزرگه، سختی کشیدن آدم رو میسازه، طول سگا با نمکن، همین سه تا. من این سه تا رهنمود مثبت رو برای بشر دارم. بعضی معتقدند که توییت هایی که شما میکنید به نوعی کفر گفتنه، چه جوابی به اونا دارین؟ خنده دارترین واکنششون وقتیه که میمیرن میان دم در بهشت، منم در براشون باز میکنم. ولی وقتی توییت هایی که راجع بهم نوشتم میخونم، تله جهنم و زیر پاشون باز میکنم. دیدن قیافشون وقتی میافتن همیشه خنده داره. به نظر شما ممکنه ویروس کرونا باعث انقراض نوع بشر بشه؟ بعیده، ولی من سعی خودم رو میکنم.